سلام بیننده کنی شبکه آسیای مرکزی 29 ینوار برنامه خبری امروز است. در استودیو با شما محمد شریف عبدالله و برنامه را از سرخط خبرها شروع میکنیم. بازداشت دلیر شریفوف روزنامه‌نگار و تحلیلگری تاجیک با گذشت دو روز همانا اتهام علیه او اعلان نشده است. بدرفتاری با روحانی تاجیک در بازداشتگاه خانم دوملو خیردین از شکنجه شوهر میگوید اما مقامات رد میکنند. حلق از دهان شیر پیروزی یک مهاجر تاجیک در بحث دادگاهی با ملتگرای روس در مسکو. تاجیکستان و ازبکستان در دریای زرافشان نیروگاه برقی آبی میسازند. تلاش برای جلب سرمایه روسی ولایت ختلان در مسکو همایش برگزار کردن است. مقامات امنیتی در شهر دوشنبه دلیر شریفوف روزنامه‌نگار و تحلیلگری مستقل تاجیک را دستگیر کردند. این روزنامه‌نگار که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با مطالب متفاوت از رسانه‌های حکومتی مشهور بود، روز گذشته به بازپرسی دعوت شده است. طبق اطلاع دریافت، دلیر شریفوف در شعبه امنیتی ناحیه شاه منصور دوشنبه تحت بازپرسی قرار دارد، اما تا کنون مقامات کدام توضیح در مورد علت این بازداشت ندادند. طبق اطلاع نزدیکان دلیر شریپوف، با گذشت نزدیک به دو شبانه روز او هنوز رها نشده است. یکی از پیوندان دلیر شریپوف روزی 29 ینوار در صحبت با رادیوی آزادی گفته است که او بعد یک زنگ تلفنی ساعتهای تقریبا 11 روزی گذشته از خانه بیرون رفت. دلیر به پیوندانش گفته است که در شهر یک ملاقات دارم. با گفته پیوندان شامی آن روز از مقامات انتظامی به منزل آنها رفته کتاب ها با رسم الخط عربی و کامپیوتری او را برای تشخیص بردند. اما ادبیات با خط کیریلی در خانه آنها را تنها نامنویس کردند. برای حمایت از حقوق های دلیر شریفوف، مرکزی مستقل آید به حقوق انسان یک سازمان مدافع حامی حقوق در شهر دوشنبه اظهاری آمادگی کرده و این سازمان برای انجام این مسئولیت یک وکیل استخدام کرده است. علت دعوت این روزنامه‌نگار تاجیک به شعبه امنیت هنوز دقیق نیست. مقامات در این باره هم هنوز شرح ندادند. اما در همین حال به گفته پیوندانش مقامات آنها را امیدوار کردند که دلیر تنها برای بازپرسی و سنجش دعوت شده است و رها می شود. ولی جامعه خبرنگاری تاجیکستان را آن نگران کرده است که با گذشت یک شبانه روز دلیر شریفوف هنوز رها نشده است. این روزنامه‌نگار در گذشته در تلویزیون دولتی سفینه فعالیت کرده سالهای اخیر برای مدت به تجارت مشغول بود و رسماً جای کار نمی کرد. او در شبکه های اجتماعی و رسانه ها با افکار انتقادی و مطلب های تحلیلی شناخته می شود. نگرانی ها از بازداشت دلیر شریفوف به بازپرسی در حال است که سر از اول ماه جاری ده ها تن در تاجیکستان با گمان عضویت در سازمان‌های ممنوع بازداشت و مورد سنجش قرار گرفتند. ضمناً بازداشت و مجازات خبرنگاران در تاجیکستان در این اواخر بارها صورت گرفته است. در سال گذشته خیرالله میرسید خبرنگار دیگری تاجیک تحت فشار جامعه جهانی و شبکه‌های اجتماعی بعد نزدیک به یک سال حبس آزاد شد و حالا در یکی از کشورهای اروپا به سر می‌برد. بر اثر فشار حکومت تاجیکستان بالای خبرنگاران و نشریه‌ها شماری زیادی خبرنگاران مجبور به ترک وطن کرده در کشورهای اروپایی به حیث پناهنده به سر می‌برند. یادآور می‌شویم که دلیر شریپوف ژورنالیست آزاداندیش تاجیک در ماه می سال 2012 از طرف دو شخص نامعلوم در نزد سفارت روسیه در دوشنبه مورد لت و کوب قرار گرفته در حالت بیهوشی به بیمارستان منتقل شده بود و آن زمان یک سازمان غیر دولتی را به نام قدم به قدم تشکیل دادن میخواست و گفته بود لت و کوب شدن او به تشکیل همین سازمان مربوط است. آن زمان دلیر در شبکه سفینه فعالیت میکرد. طبق قانونگذاری تاجیکستان نفر دستگیر شده دوام 24 ساعت باید با وکیل دفاع تامین بشود، ولی معلوم نیست که دلیر شریپوف از کمک ادوکات برخوردار شده است یا خیر. نگرانی ها از دعوت دلیر شریپوف به بازپرسی در حال است که سر از ماه جاری ده ها تن در تاجیکستان به گمان عضویت در سازمان های ممنوع بازداشت و مورد سنجش قرار گرفتند. سامانه اخبار پیشتر خبر داده بود که در این بازداشت ها دوملو سفرخواجه یک روحانی مشهور در وادی وخش
در پی بازپرسیش از جانب مقامات وفات کرده است. دامولا سفرخوجه 72 ساله را همراهی 3 فرزند و 1 نبیرهش در میانه های ماهی ینور دستگیر کردند. در نماز جنازه دامولا سفرخوجه در دهه میرزا ترسانزاده ناحیه کوشانیان سابق باختر تقریبا 5000 نفر اشتراک کردند. او چندین سال امام خطیب مسجد جامع در ناحیه باختر بود، ولی سال 2011 بعد قبول قانون نوی دین از امامت برکنار شده بود. راجع به قضیه دلیر مهمانشاه شریف، فیلسوف و محلل سیاسی تاجیک در صحیفه فیسبوکیش نوشته که در سرزمینی که اکادمیک وزیرانش یک جمله درست نوشته نمیتوانند، طبیعی است و باعث تأسف است که خدمات اطلاعاتیش با جای بازداشت فسادزده و دوستها که به امنیت و ثبات جامعه خطر دارند، روزنامه نگار را بازداشت میکنند که آزاداندیش است و در کیفش و در خونش کتاب دارد. خیرالدین عبدالله روحانی بازداشت شده تاجیک زیر شکنجه و آزار جسمانی و روانی اتهام افرادگرایی را به گردن گرفته است. پروینا الالیه و همسر روحانی 35 ساله به رادیو آزادی گفته است در بازداشتگاه به شوهرش ملاقات کرده است. به نقل او خیرالدین عبدالله گفته است برای به دوش گرفتن اتهام افرادگرایی شکنجه شده است. الالیه گفته است ملاقات روز 22 ینور صورت گرفت، به واسطه تلفن و از پس آینه صحبت کردیم. او به من گفت هر گپی که در پرونده از نام من آوردن و گویی من با گروه افراطی بیعت کرده باشم باور نکنید، این سخنانی آنهاست، من چیزی را نوشتم که آنها به من گفتند. خانم پروینا در ادامه صحبتش گفته است که شوهرش را خیلی ترساندن، او نمیخواست این گپ ها را رسانه ای کنم اما میخواهم شوهرم را نجات دهم. مسئولان دادستانی کلی تاجیکستان با اون که اعمال فشار و شکنجه بالای این روحانی تاجیک را رد میکنند گفتند نسبت به خیرالدین عبدالله روحانی تاجیک با اتهام افرادگرایی پرونده گشوده شده است. او بر اساس بندی ماده 307 کدکس جنایی یعنی دعوت عموی برای به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی و اشتراک در اتحاد اکستریمیستی گمان بر است. مظفر یوسفی یک مسئول دادستانی کلی تاجیکستان روز 28 ینور در نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفته است در حقیقت نسبت به خیرالدین دوستاکوف معلومات از وزارت کارهای داخلی به ما وارد شد، در کردارهای و علامتهای ترکیبی جنایت در ماده 307 دیده می شد و نسبت به او پرونده جنایی آغاز شد. در رفتی سنجش معلوم شد که او با مقامات همکاری نکرده است. پیوندان خیرالدین عبدالله ادعا کردند که او برعکس سالها در روسیه به ضد تندروان مبارزه برده است. در همین حال کرامت شریپوف حامی حقوق مهاجران با فرستادن یک نامه به عنوان وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان یا آمبودسمن خواسته است برایش اجازه دهند که در قضیه دادگاهی خیرالدین عبدالله به حیث وکیل دفاع اجتماعی شرکت کند و میگوید چنین تجربه در کشورهای دیگر معمول است. امید بابازاده وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان در رابطه به این مسئله هنوز ابراز نظر نکرده است. پروینا الالیه میگوید پس از بازداشت همسرش مقامات انتظامی منزل زیستی او را دو دفعه جستجو کردند و بعضی کتاب و نشریه های او را برای تشخیص بردند. خیرالدین عبدالله روحانی تاجیک روز 29 دکبر سال 2019 هنگام بازگشت از مسکو در دوشنبه دستگیر شده است. یک دادگاهی ناحیوی در مسکو دعوای یک مهاجری تاجیک بر مقابل ملتگرای روس را قانونی خوانده است. سلیمان سعیدوف شهروندی تاجیکستان به مبلغ 1 میلیون از یک ملتگرای روس برای رساندن خسارات جسمانی جبران طلب کرده بود. سال 2016 ملتگرای روس سرگی سریوف در متروی مسکو را تحقیر کرده به سویش تیر پرانده بود. دادگاه ناحیه چریومشکینو درباره پرداخت جبران ضرر مادی به مبلغ 589377 روبل و زیان معنوی در حجم 750000 روبل به جبر دیده حلنامه صادر کرد. طوری در تورنامه کمیته مساعدت شهروندی خبر داده می شود منفعت های تاجیکستان در صد ادوکات از همین تشکیلات حمایت کرده است. بعد از 2 سال صادر شدن جنایت دادگاه مذکور سرگی سریوف را در صادر کردن جنایت گناهگار دانسته او را با 10 سال و 3 ماه زندانی نظامش سخت محکوم نمود. گفته می شود دادگاه نخست بررسی دعوا درباره جبران ضرر مادی و معنوی به جبر دیده سلیمان سعیدوف را رد نموده، تنها پس از پیشنهاد تمام حجت ها درباره جراحت گیری و معالجه بیماری و در زمینه عداوت نژادی صادر شدن جنایت این دعوا را بررسی کرده است. در همین حال کمیته مساعدت شهروندی از بالای مبلغ جبران ضرر مادی شکایت برده نیست، زیرا به این نظر است که دادگاه خراجات منبعده سعیدوف را برای معالجه به انابت نگرفته است. اما خوافی آن وجود دارد که در اصل سلیمان سعیدوف مبلغ را پورا گرفته نمیتواند،
тавре ҳуқуқшинос Андрей Сотников қайд мекунад, инҷо сари рӯёнидани ҷуброн аз шахси воқеӣ сухан меравад, ки айни замон 10 сол муҳлати ҷазоро адо мекунад. این مهلت زیاد بوده در زندان چندان کار هم نیست. اگر حتی سریاف پس از 10 سال به آزادی براید، طبق قانون سود اجراچیان مبلغ جبران را از او هر ماه 50% از همه گونه درآمدش میگیرند. اما اگر او آلیمنت دهد و قرض یا دیگر عهده‌داری های پولی نیز داشته باشد، پس این همه متناسبان تقسیم می شود. از این رو این شهروندی تاجیک نوشته است یک جا با وکیل مدافعش تصمیم گرفته است دعوا را در دادگاه اروپا ادامه دهد. طبق اطلاع نشر شده هیئت حکومت تاجیکستان تحت سروری معاون وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب جمهوری جمشید شوئیمزاده با بررسی جزئیات عملی سازی لایحه مشترک تاجیکستان و ازبکستان آید به ساختمان نیروگاه برقی آبی یاوان در دریای ظرفشان در قلمرو ناحیه عینی آغاز کردند. مرکز مطبوعات جمعیت سهامی ازبک گیدرو انرگو در این باره به خبرگزاری ها اطلاع داده است. هیئت ازبکستان را در گفتگوشونه سروری ریاست جمعیت سهامی ازبک گیدرو انرگو عبدالغنی سنگینوف راهبری میکند. امروز 29 ینور جانب ها نیت دارند که مسائل تکنیکی و مالیوی عملی سازی لایحه بنیادی نیروگاه را بررسی کنند. گفته می شود موافق نقشه دو جانبه نخست نیروگاه برقی آبی یاوان با ارزش 282 میلیون دلار اقتدار 140 مگاوات و استحصال 700-800 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق ساخته شده، جانب ها در مرحله بعدی امکان بنیادی نیروگاه برقی آبی در رودخانه فوندریا را بررسی میکنند. مبلغ ساختمان آن 270 میلیون دلار را به اقتدار 135 مگاوات و استحصال 500-600 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق ارزیابی شده است. نیروگاه برقی آبی بنیاد شده تا 1400 میلیون کیلووات ساعت نیروی از لحاظ اکولوژی تازه را تنها برای قانع کردن احتیاجات ازبکستان استحصال خواهند کرد. از پلیس در این باره نوشته است که جانب تاجیکستان قید کرده است که واخوری مذکور قدم اولین در سمت عملی سازی لایحه بوده، اراده سران هر دو کشور را تجسم میکند. یادآور میشوم که ماه آوگوست سال 2018 از روی نتیجه های سفر دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان به ازبکستان، شفکت میرزیایف و امامعلی رحمان درباره ساختمان مشترک دو نیروگاه برقی آبی در دریای ظرفشان در تاجیکستان اظهار نظر کرده بودند و آن زمان ذکر گردیده بود که جانب تاجیکستان لایحه های تهیه شده دارد که از ارزیابی فنی و اقتصادی جوابگوی معیارهای بین المللی بانک های بزرگ گذشتند. انتظار می رود که صاحب کاران تاجیکستان و روسیه تا انجام سال جاری یک همایش مشترک دایر کنند. خبرگزاری های محلی نوشتند که مقامات ولایت ختلان نیت دارد با اشتراک صاحب کاران تاجیکستان و روسیه همایش امکانات سرمایه گذاری ولایت ختلان را برگزار کند. بنا به معلومات دفتر مطبوعاتی سفارتخانه های تاجیکستان در فدراسیای روسیه در نمایندگی دیپلمات جمهوری و خوری نمایندگان مقامات حاکمیت دولتی ولایت ختلان تحت سروری معاون رئیس ولایت رجب علی رجبوف با صاحب کاران تاجیک و رهبران تشکلات های جمعیتی تاجیکستان در روسیه برگزار شد. سفیر تاجیکستان در روسیه امام‌الدین ساتاروف گفت که هدف از برگزاری چورابینی جلب سرمایه گذاری به اقتصاد کشور، راه اندازی همکاری های تجارتی و اقتصادی و برقرار کردن رابطه های مستقیم کاری بین شرکت های تاجیکستان و روسیه می باشد. ضمن واخوری به حاضرین امکانات های اقتصادی و سرمایه گذاری در ولایت ختلان برای عمل سازی فعالیت صاحب کاری و تجارتی معرفی شدند. رجب علی رجبوف ضرورت رشد و تحکیم همکاری ها را با صاحب کاران روسیه جهت عمل سازی لایحه های مشترک تاکید کرد که به رشد خواجگی خلق منطقه ختلان اینچنین تأسیس کارخانه های خرد و میانه روانه می شوند. مقامات ختلان در حال به جلب سرمایه از روسیه تلاش می کنند که در سالهای شوروی سالانه هزارها تن محصولات پیشپز تاجیکستان در بازارهای روسیه به فروش گذاشته می شود. شرح رسمی مسئولان وزارت کشاورزی راجع به بالا رفتن نرخ تخم در شبکه های اجتماعی مورد خنده خریش کاربران قرار گرفته است. مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان 27 ینور در نشست مطبوعاتی گفتند سبب از 80 درم تا 1 سومانی و 30 درم بالا رفتن نرخ تخم در بازارهای کشور چند عامل دارد. از جمله بالا رفتن نرخ غذای مرغان و افزایش طلبات که باعث شد با وجود سه مراتبه افزودن استحصال تخم نرخ آن در بازار پیوسته بالا برود. مشاکر نظرف مسئول وزارت کشاورزی در صحبت با خبرنگاران گفته است باید طلبات مردم نیز به نظر گرفته شود که قبلا چی خل تخم میخورد، حاضر چی خل تخم میخورد. یعنی پیشتر اگر یک نفر در یک روز یک تخم میخورد، الحال سه تخم میخورد.
سمونای اخبار می نویسد که 2 سال پیش وقتی مرزها با ازبکستان باز شد نرخ تخم در تاجیکستان تا 50 درهم پایین رفته بود ولی واردات تخم را از ازبکستان با شتاب منع کردند در حالی که قبلا ارزش یک دونه تخم در بازارهای کشور تا 80 درهم را تشکیل می داد حالا باشد در آخر سال گذشته آن به 1.30 درهم بالا رفته است این شرح مسئولان وزارت کشاورزی در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی را به بار آورد که بیشترشان به خنده خریش بودن شرح مسئولان اشاره میکردند. مثلا عبدالغفار زیر این خبر که سامانه اخبار نشر کرد می نویسد باز حجنگاران ما خفه می شوند که در نمایش هایشان تماشابینان نیست چون که همین مجلس ها و واخوری های وزیر ها و وظیفه داران ما از سخن های آنها دیده خنده آورد هستند یعنی اینها در هر نقش بهتر بازی می کنند نفر دیگر با نام شیروگان نوشته است و من از همان اول 2 دونه تخم می خوردم حاضر هم همان خل خورده ایستادم اینجا کسی 4 تاگی تخم خورده ایستاده است یافتند در کار سپر میگوید دروغ محض تحلیل پا در هوا عاید عامل های گرانشوی تخم مرغ و من عکس در اول 5 تخم میخوردم و حاضر 1 تخم را قطعی بچم بولک کرده میخوریم یک جهان تشکر یک کاربر دیگر با نام فرهاد می نویسد کدام از 3 تخم زیاد خورد به جوابگری جنایتی کشیده شده خائن ملت اعلان شود یک نفر هم به نام گورگ لیتر نوشته است راست میگوید حالا از سبب گرانی گوشت مردم به استعمال بیشتر تخم گذشتند پیشتر هم وقت گوشت نرخش بالا رفته بود شبکه اولی تاجیکستان در یک برنامه این محصولات را ضررناک و خوردن گوشت را سبب اصلی فربهشوی شهروندان در تاجیکستان ارزیابی کرد. بینندگان عزیز اینجا برنامه امروزه ما به پایان رسید اگر مطلب و پیشنهاد دارید می توانید طریق پشت الکترونی و پیامک رسانه های تلگرام واتساپ وایبر و ایمو به رقم 48519-767-404 به ما بفرستید پخش لایک و آبونه شوی را نیز در شبکه فراموش نسازید برایتان تنصیحاتی و کامیابی تمنا داریم خیر تا برنامه دیگر خدا نگهدار